تعجب کردین آره تا به حال منو اینطوری ندیده بودین خب بررسی کردن یک عطر استثنایی یک استایل استثنایی هم میطلبه حالا چرا کوچلوار و پاپیون به این دلیل که این عطر یه پرستیج و یک کلاس خیلی خاص به آدم میده این آدم رو ارتقا میده این عطر یک جانور گرم کهربایی و واقعا عجیب غریبه که در عین حال که فضای بسیار حیوانی و سکسی داره یک فضای شدیدن لوکس و شدیدن رازآلود و شدیدن تجملگرا داره حتی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم از برند ستفن آمبر لوکا 777 عطر او هیرا بریم یه بررسی از این داشته باشیم بچه سلام کیوان هستم از گروه سمور به کانال یوتیوب سمور خوش اومدین اگر آبونه گروه ما نیستین آبونه این کانال یوتیوب نیستین لطفا اون دکمه قرمز سابسکرایب رو اون پایین کلیک کنین تا نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید ما به صورت اتوماتیک براتون بیاد و اینجوری در واقع از ما حمایت میکنین و به ما انگیزه میدین برای ویدیوهای بیشتر خب قرار شد عطر SHL777 او هیرا رو بهتون معرفی کنم قبل از هر چیزی باید بگم که هیرا خانش یا در واقع ترجمه لاتین همون کلمه هرا قاره هراست و در واقع شما همین الان دارید پوسترش رو میبینید یک فضای شرقی تاریک رازآلود و یه جورایی باستانی رو بهتون یادآور میشه یعنی یه جورایی با رنگ نور و اشکالی که توی تصویر میبینین اون فضا رو میتونین متصور بشین پیش از اینکه بریم سراغ رایحه من میخوام یک سری اشتباهات رو اینجا پرده برداری کنم و براتون توضیح بدم که این اشتباهات چیه و چرا اشتباه میکنین یک چرا ما یعنی گروه سمور اعضای گروه سمور توی پستای سایتمون و حتی توی پستای شخصی پیجامون توی اینستاگرام نمیمویسیم امبر میمویسیم اکورد کهربا دقت کنین کهربا هم نمیمویسیم. اکورد با میمیزیم که به هیچ وجه اشتباه نشه و اشتباه برداشت نشه من توی سه تا مقاله لینک یکیشون میذارم شما بقیهش از تو لینک هایی که توی همون مقاله هست پیدا کنین فرق بین امبرگریس و امبر رو توضیح دادم این دو واژه انگلیسی هستن خب یعنی از انگلیسی ما برداشتیمشون ریششون کاری ندارم ما توی فارسی برای امبرگریس انبر نهنگ یعنی انبر نهنگ با این و برای اکورد انبر یا اکورد کهربا کهربا رو به کار میبریم یعنی ما توی سمور این کار کردیم که انبر با کهربا اشتباه برداشت نشه این یک سورس انیمالی که این یکی یک سورس گیاهی که رایحه انیمالیک داره و این یکی در واقع یک اکورده و از ترکیب چند ماده ساخته میشه ولی یکی میتونه به صورت پیور و تک ماده حضور داشته باشه توی عطر حالا اینکه چرا من دارم اینو میگم به این دلیله که اشتباهات خیلی فاحش و بدی از طرف حتی بلاگرای کل گنده انگلیسی زبان راجع به این عطر رخ داده یکی از اون اشتباهات همینه که فرگرانتیکا اومده سه تا نوت رو برای سه لایه روین میانی و پایانی این عطر برای هر کدوم یک نوت رو معرفی کرده و هر سه تاش امبرگریزه از این مسخره تر من هیچی نشیده بودم و خیلی ها هم اومدن گفتن که خب آره این ات فقط بر پایه امبرگریسه یعنی همچین چیزی ممکن نیست دلایلش اصلا نمیخوام اینجا بحث کنم به خاطر اینکه رایحه این عطر خودش داره لو میده که امبر گریس نیست بلکه یک اکورد کهربای واقعا ای ساخته شده است. اشتباه دوم رو توی پوستر تبلیغاتی میتونیم ببینیم که نوشته fossilized امبر یعنی کهربای فسیل شده. ببینین نکته اینجاست. خود استفان امبر لوکا هیچ وقت نیومد بگه که من از کهربای فسیل شده توی این عطر استفاده کردم. درسته اینت اون حس اغواگر، رازآلود سکسی اروتیک و بینظیری که اون سنگ کهربا اون فسیل کهربا بهتون میده رو کاملا القا میکنه و متاسفانه یک سری بلاگر هم اونو دیدن این حسم گرفتن اومدن نادانسته یا ناخواسته هر جوری روی این آتیش هیزم ریختن و خیلی ها گفتن که آره تو این عطر کهربای فسیل شده است ولی هیچکس نیومد بگه که آقا کهربا رو چجوری اومدن بوش رو در آوردن یعنی طرف برای اینکه این همه عطر رو بسازه برای یکی دوتا ساخته نشده از این عطر برای اینکه این همه عطر رو بسازه چقدر کهربا رو از کجاهای دنیا جمع کرده که توشون حشره و ناخالصی و فلان اینا هم نبوده و طرف اومده اینا رو برسه حالا یه تنتوری چیزی ازشون گرفته و عطر ساخته و اینم بهتون بگم مثل همه چیز توی طبیعت مثل هر دوتا سنگی که شما ور میدارین و شبیه هم نیستن بوی مواد هم شبیه هم دیگه نیستن یعنی شما اگر یک کهربا رو بگیرین ازش عطر بسازین یک سنگ واقعی کهربا رو سنگ بعدی مت... مسلما عطر شبیه اولی نیست گفتم که فرگرانتیکا به اشتباه سه بار امبرگریس رو برای سه لایه این عطر معرفی کرده من نمیگم امبرگریس یا هر جایگزین طبیعی یا سنتتیک این ماده توی این عطر استفاده نشده به شما اون فضا رو میده ولی اون چیزی که خیلی 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 برتر از امبرگریس توی این عطر وجود داره و تعجب میکنم که چرا کسی متوجهش نمیشه لابدانومه لابدانوم قبلا هم توی چند تا مقاله و چند تا پست گفتم که یکی از سنگ بناهای کلاسیک ترین اکورد های کهربا یا امبر اکورده و این این سمغ، این سمقی که در واقع از یک گیاهی به اسم راک روز به دست میاد رایحه بی نظیر داره یعنی وقتی میاد توی یه اکورد کهربا مثل این یکی استفاده میشه یک بوی شیطنت آمیز اراتیک یک بوی فانتزی پرست شهوت پرست و بسیار بسیار رازالود و اغواگر به تو میده به همین دلیل که اوهیرا انقدر جذابه به همین دلیل که اوهیرا وقتی بو میکنین دلتون میخواد که اینو داشته باشین یعنی عطریه که خیلی روک و راست بهتون بگم پول برای خیلی برندهای درب داغونی میدین واقعا پول برای خیلی برندهای درب داغونی میدین نمیگم این ارزونه نه عطر گرونیه ولی خب در ازای پولی که آدم به این عطر میده واقعا یه کیفیت درست حسابی بهتون میده و اینم بهتون بگم اون کسایی که امبر دوست دارن تقریبا همه اکورد امبر رو دوست دارن برای فصل سرما دیگه حداقل اگه یه دونه انبر درست دو حسابی بخوان توی کلکسیونشون داشته باشم من توصیه میکنم همینو بگیرین سرخ چیزای دیگه نرین به چند دلیل یک رای هش علا خیلی خاص بودن علا رقم خیلی عجیب غریب بودن و علا فضای تاریک همچین رازآلود و دعوت کننده و در واقع سکسیش یا فضای همه پسند بازخورد آور و خیلی داینامیکی داره یعنی با خیلی استایلی در واقع زمستونی میتونی ستش کنی نبینید من کود شلوار پوشیدم به این دلیل که پرستیژ این عطر رو بهتون یادآور بشم دلیل دوم این که تراکم بالای رایحش و علی اون فضای تکنیکال و در واقع اون فضای پیچیده و اغواگر رو همچین دارکش خیلی رایحه سولید و خانایی داره یعنی در واقع رایحه یک پارچه است و شما اصلا نیاز به این نیست که برین تو بطن این عطر و پیچیدگیاش رو حس کنید رایحه خیلی خاناست با دو تا نوت میشه در واقع اینا رو معرفی کرد و خیلی معطوف به هدف ساخته شده علا رقم این که خیلی تکنیکال و آرتیستیکی داره دلیل سوم اینکه که اینجور روایه که فضای باستانی و کوهن رو آوردن به زندگی امروزیتون پیوند زدن و توی یه همچین عطری اونو باز تعریف کردن تو کمتر عطری در واقع دیده شده اوکی مثلا یک سری از عطرای لورنز و ویلورسی مثل علموت اینجوری هستن ولی خب علموت بیشتر زنونه است تا مردونه این یکی یه جورایی میتونم بگم بیشتر مردونه است تا زنونه یونیسکسه ولی خب آقایون اینو بیشتر میپسندن دلیل چهارم این که نمونه مو به موی این عطر ممکن نیست توی ایران پیدا کنین و حتی توی خارج از کشورم خیلی خیلی سخت بتونین پیدا کنین من چند تاشو میشناسم از برندهای واقعا ایندینیش عجیب غریب از اونایی که مثلا تو ده باید بگردین دنبالش بنابراین زیاد خودتون رو به زحمت نندازین همینو بگیرید جدی میگم چون شیشه بی‌نظیری هم دارن راجب به طراحی شیشه گفتم بذارین تا یادم نرفته بگم که شما این رو تو دو تا شیشه ممکنه ببینین یه شیشه قدیمی که شفافه و مایع توش به این رنگ دیده میشه و این یکی جدیدتر است که در واقع برای اینکه به کلکسیون عطرای اخیر این برند بیاد ریدیزاین شده و لطفا وقتی این تغییر شیشه تغییر پکیج این چیزا رو میبینی نگین که عطر ریفورموله شده اتفاقی لزوما نمیافته. لاغل راجع به این یکی نیفتاده بس اگه رفتین تو مغازه و اینو دیدین نترسین همون اتره خیالتون راحت به نظر من شیششم شیکتر شده به درشم میاد اوکیه فضای کلی عطرمون پاییزی زمستونی و شبونه و مجلسی و مجلله با کمی اغماز و با کنترل تعداد اسپری ممکنه بشه اینو تو شبهای خنک فصول گرم سال هم استفاده کرد ولی همچین رایحه‌ای که فضای کهربایی انیمالیک و سمقی و رزینی داره و شما رو یاد طلای گداخته طلای مذاب شده بر اثر گرما میندازه خوراک فضای سرده یعنی فصول سرد سال مهمونیای بسیار مجلل شیک و خیلی اشرافی اگه خانوما استفاده میکنن حتما جواهرات یادشون نره برای آقایون همین کت شلوار و پاپیون و کراوات یا حتی استایل های کژوال درست حسابی استایل های کژوالی که طرف ببینه بگه اوکی این واقعاً هم استایل میفهمه چیه هم میدونه که در واقع چجوری باید پول واسه لباس خرج کنه اینجور استایل به این عطر میان بر صورت یه بودی از این عطر گفتم جدای فضای مجلسیش یه بودی از این عطر یک حالت انیمالیک کمی گستاخ و کمی جسورانه و سکسی و اروتیک داره که در واقع روی استایل خاص خودش مانوف میده از نظر موندگاری و نشربو عطریه که موندگاری بالایی داره روی پوست اساسا روی پوست خیلی قشنگ بازی میکنه و نشربوش متوسط به بالاست نمیگم غولاساست چون اینطور نیست ولی متوسط به بالاست و میتونم بهتون بگم خیلی خوب در واقع اومده این دوتا فاکتور پرفورمنس رو با هم دیگه بالانس کرده یعنی دقیقا همون جایی که باید باشن تا بهترین نوع رایحه رو به شما و به دیگران در واقع ارائه کنن بررسی عطر او هیرا از برند SHL 777 بود یا استفن اومبر لوکا 777 امیدوارم خوشتون اومده باشه با ما باشین در سمور با عطرا و رویوهای دیگه فعلا